حالا بیم خود شما اکمه دلایل این که کتله ها چرا به سطح زمین حرکت میکنه بحث کنیم که متوجه بشیم که کتله ها چرا حرکت میکنه باز میگیم رو افغانستان ببینیم این ارکور او در کور زمین در مرکز از روی یک هسته که این هسته والت گداخته جامد مثل زغال که آتش داره ولی جامد گداخته این حرارت میده این ایجاد میکنه مرکز زمین هسته زمین این دایی خود میدم و مانتل حدودا اینجا 6-7 درجه بین 5 تا 6 هزار درجه سانتیگرا در برد این میدم و مانتل مانتل 2 تا 3 هزار درجه داغ میده این که داغ میده یک گرمی فوق العاده بالا باعث ایجاد سرکلوشن میشه سرکلوشن حلقه های درنی ایجاد میکنه یا برعکس یا همسو اگر همسو باشه کتلار جدا میکنه اگر این حالت باشه کتلار نزدیک میکنه گاهن این رقم دور میکنه پرتار پس عامل اصلی در مرکز زمین حرارت تولید میشه این حرارت از کجا میاد یک اونا که نشان هیت میگن حرارت که از ابتدای حیات زمین بوده در او چون توته انفجار شده بوده و یکی هم در اینجا انفعالات هسته ای جریان داره فعل انفعالات هسته ای وجود داره این همیشه داغه این گرم میکنه گرمی میده به این ایرزاد میکنه از این ساختار بلند میشه یک دم انفجار میکنه یا به زیر سطح زمین حرکت میکنه یا این حرارت سرکلشن میکنه این کتله کش میکنه دقیقا مثل این که شما شیر به جوش میاره شیر به جوش میاره سر شیر شروع میکنه حرکت دادن قشر زمین که 40 کیلومتر یا 80 کیلومتر مانتل 2800 کیلومتر این هست 3500 کیلومتر در مقابل چی مثل اکثر یک اون صد چند کلان کنه بعض پوستی بگیم قشر زمینه امین اندازه حالا اینقدر انرژی پشت از این وجود داره که باعث میشه اینا تکان بده اینا حرکت بده خب تیر شیم از این هم تیر کنیم این هم یک دفعه ببینیم بعد میاد فرمیشن آف هیمالیا گوهای هیمالیا چی رقم خلق شده جوانترین گوهای تن کتله زمین یکی بوده جدا شده اینا قاره ها شکل میگیره اینه پلت هنده پلت هنده پلت آسیا این که میه برخورد میکنه تا این میلیون ها سال در برخورد از اینا چیکار میشه؟ گوها ایجاد میشه یعنی جوانترین کوههای دنیا و بلندقامتترین کوههای دنیا هست اینا با این سرعت میه دیگه بیشتر به شما گفته و جالبه بدونیم که در قله از این کوههای هیمالیا ساختارهای سنگ آهک سنگ آهک فقط میتونه در اون قدریان شکل یعنی به این معنیه که همه بلندترین